خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به زوم نیوز امروز. و بالاخره آقای ارسان سانر اعلام کرد از ساعت 12 امشب لفکوشا به مدت یک هفته و گیرنه دو هفته قرنطینه میشه و تعطیلات آخر هفته در سراسر کشور تعطیل خواهد بود. قرنطینه شبانه هم قراره به جای ساعت 10 از ساعت 8 شروع بشه. نمیدونم توی این یک هفته چه اتفاقی قراره بیفته، جز اینکه تعداد زیادی از مردم از این دو تا شهر قرنطینه شده به ماگوسا و اسکله میان. بقیهش رو هم حتما خودتون بهتر از من میدونین. به هر حال مراقب باشین، لطفاً تا جایی که میتونید بیرون نرید، حتما از ماسک استفاده کنید، فاصله ها رو رعایت کنید. اوضاع اصلاً جالب نیست. اینا رو گفتم حتما پدر و مادرها توی ایران کلی نگران میشن. به هر حال باید مراقب باشیم. وضعیت از ایران بدتر نیست. اگر رعایت فردی انجام بشه قطعاً درگیر این بیماری نخواهیم بود. نخست وزیر احسان سانر عصر دیروز پس از جلسه‌ای که با کمیته عالی بیماری‌های واگیردار و شورای وزرا داشت اعلام کرده در حال حاضر بخش مراقبت‌های ویژه فقط یک نفر جا داره، اما بیمارستان پاندمی شروع به کار خواهد کرد. استخدام پزشکان هم در دستور کار قرار داره. فقط حداقل 4 ماهه که من میدونم قرار این بیمارستان به زودی راه بیفته. و طوفان ارهورمان رئیس حزب جمهوری خواه ترک در سخنرانی خودش در پارلمان اظهار داشت که تعطیلی یک کشور یا منطقه نیازمند داده و اطلاعات دقیق در مورد آمار هست. عددهای مختلفی به گوش میرسه و همین شما رو به سمت جوابهای مختلف سوق داده. امروز 280 مورد آزمایش در گیرنه و 441 آزمایش در فاماگوستا انجام شده. چرا در جایی که موارد مبتلایان کمتر هست تست‌های بیشتری گرفته میشه؟ نماینده حزب خلق آقای کودرت اوزرسای در خصوص اینکه نخست وزیر تصمیم کمیته عالی بیماری‌های واگیردار رو امروز در مجلس قرار اعلام کنه گفت در جستجوی خواسته‌های شما جون خودمون رو از دست خواهیم داد، معطل نکنید. هر تصمیمی میخواید بگیرید فقط سریعتر بگیرید و عملی کنید. مدیریت بحران نیاز به تصمیمات فوری داره. و وزیر آموزش و پرورش هم دوباره حرفش رو عوض کرد و ظاهراً قبول کرده شرایط اصلا خوب نیست و تمامی مدارس رو با آموزش آنلاین فراخونده. ایشون با اشاره به حضور 53% دانش آموزان در مدارس ابتدایی گفت وقتی فقط نیمی از دانش آموزان به مدرسه میرن نمیتونیم بگیم آموزش حضوری هست. از فردا آموزش تماما آنلاین خواهد بود. ایشون ادامه داده آموزش حضوری آغاز میشه، اما به دلیل اونچه که اتفاق افتاده مجبوریم به تعویق بندازیم. در تقویم دانشگاهی تغییراتی ایجاد خواهد شد و امتحانات در 20 فوریه برگزار نخواهد شد. پس از چند روز کاهش، آمار رسمی منتشر از سوی وزارت بهداشت ایران حاکی از بالا رفتن دوباره آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در کشور هست. مسئولین احتمال افزایش شدید آمارها در ماه‌های پیش رو را هشدار دادند و همزمان از سوئدی بودن اولین محموله واکسن‌های وارداتی به ایران خبر دادند. و جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت هم گفته از چند مبدأ در حال ورود واکسن هستیم. باید صبر کنیم تا زمان آن قطعی بشه، چون مشکلات خاص واردات واکسن رو داریم. کی بشه که این مشکلات حل بشه؟ نماینده حزب جمهوری خواه ترک با صدور بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت که در بیمارستان‌ها مشکلات تکنیکی و کمبود تجهیزات وجود داره و برخی تجهیزات پزشکی مفقود شده. ایشون همچنین اظهار داشت با بیمارستانی که سیستم گرمایشی اون به درستی کار نمیکنه چه کار میخواهید بکنید؟ بی‌لیاقتی و بلا تکلیفی آسیب بزرگی به کشور وارد میکنه. حواستون رو جمع کنید و بدون انجام محاسبات دقیق کاری رو انجام ندید. پس از اون که تست PCR پدر یکی از دانش آموزان مرکز آموزشی کودکان استثنایی در لفکوشا مثبت بود، جواب آزمایش خود این دانش آموز هم مثبت اعلام شده. کل کلاس قرنطینه شده و مدرسه کاملا ضد عفونی شده و اعلام شده که معلمان، کارکنان و سایر دانش آموزان تستشون منفی بوده. همچنین در دهکده بلاپاییز
در روزهای اخیر بیش از 10 مورد مثبت گزارش شده. و اما آمار کرونا در ایران، متاسفانه طی 24 ساعت گذشته مبتلایان جدید 6420 نفر و قربانیان جدید این بیماری 79 نفر اعلام شده. شرکت فایزر، بزرگترین شرکت داروسازی جهان، تقریبا 170 سال پیش تأسیس شد و سال 1343 لابراتوار فایزر رو در ایران راه اندازی کرد. کاری ندارم که چی اومد بر سر این شرکت توی ایران که الان بهش میگیم رازک، اما اگه الان بود ایران هم توی ساختن واکسن کرونا سهیم بود. ممنون از شما خوبان که همراهمون بودید. لطفاً مواظب خودتون باشید. تا دیداری دوباره به خدای بزرگ میسپارمتون. دلتون شاد، لبتون خندون.